سلام، خوش اومدید همگی. چندین وقته که خیلی از شما برای من پیام میذاشتید که سینا لاکرتو به ما نشون بده، یه ویدیو ازش بذار، و خیلی وقته که از لاکرت به ما چیزی رو نشون ندادی که دیگه باید این کارو انجام میدادیم. توی ویدیو قبلی هم یکی از کامنتاتون خیلی لایک گرفته و منم گفتم که چرا که نذارم بیام یه ویدیو از لاکرم بگیرم و بر شما قرار بدم. و آخرین ویدیوی من مربوط میشه به فکر کنم 2 سال پیش که از لاکر خودم فیلم گرفته بودم. مثل همیشه لایک و ساب و فراموش نکنید که حتما بزنید و بدون هیچ مطلی دیگه بریم با هم ببینیم که من چه اسکینایی رو توی لاکر دارم. خب اول میایم از این اسکینای سبز رنگ شروع میکنیم که از پایین میریم بالا، و اولین اسکینی که داریم بررسی میکنیم اسکین اسکورپیون هستش که من اینو درست یادمه زمانی که پارادایس پالمز به داخل بازی اضافه شد در چپتر 1 خریدمش، چون رنگش بیشتر به خاک میخورد. اسکین مخصوص کریسمس هستش که فکر کنم 2 یا 3 سال پیش خریدمش. اسکین واقعا خوبیه، این اسکین رو همینجوری خوشم اومد. فکر کنم قبل از اومدن کلا ایونت مارشملو بود که اینو خریدم. اسکین واقعا خوبیه. و میرسیم به جونزی اوجیمون، جونزی که توی بازی توی چپتر 1 بود، و یکی از دلایلی که خریدمش مربوط بود به ضبط کردن ویدیو خاصی از جونزی و برگشتنمون به چپتر 1. ولی به نظر من اسکین خوبیه که آدم داشته باشه. اسکین بعدی که داریم با هم میبینیم اسکین کماندوه. این اسکین داستان خاص خودشو داره. الان وقتی شما میبینید که اسکینای فوتبالیست و کلا فوتبالی در داخل بازی مربوط میشن به کسایی که بازیشون خوبه، سوئتن، ترای هاردن، توی بازی شما رو هی سعی میکنن که بزنن. یه زمانی این اسکینا مربوط بود به کسایی که توی بازی حرفه‌ای هستن، سوئت هستن و همش میخوان که شما رو در داخل بازی بزنن. و میتونید ببینید اسکین مربوط میشه به اون حالت گلتروپر، ولی نسخه آقا شد. دلیل خریدن اینم خیلی به نظر من واضح هستش. من گلتروپر رو نخریدم چون هر کسی دیگه داشت گلتروپر رو میخرید. فکر کنم یکی از شما بود که موقع لایو استریم اینو به من گیفت کرده بود که یادش بخیر. اسکینی هستش که من ندیدم کسی استفاده کنه. برسیم به اسکین بعدی که الان هم بازیکن‌ها دارن استفادهش میکنن، اسکین آورا، که این اسکین مربوط به ترای هارد. فکر کنم شما ترای هارد رو توی بازی دیدید که از این استفاده میکنه، به شما همش حمله میکنن با این اسکین. و اسکین بعدی هم میتونید ببینید آسول تروپر هستش، که این اسکینم من به همون دلایل ترای هارد خریدم. اسکین بعدی که مربوط میشه به ایونت وینترفست قبلیمون اسکین رایگانشه. اسکین بتل پاسمون رو داریم برای فصل اول چپتر 1. اسکین چار تایکون رو داریم که مربوط میشه به قرارداد آیفون و اپل و کلن فورتنایت و دعواشون. اینم یه اسکینی هستش که دلیل خریدن این اسکین بیشتر مربوط میشه به نگاه کردن استریم TSM دیکوان. این اسکین هم که تازه اومده به داخل آیتم شاپمون، مربوط میشه به نسخه خانم کد نیم الف که 3 تا حالت مختلف داره. واقعا ارزش خریدن رو داره این اسکین. اسکین بعدی هم مربوط میشه به اسکول رنجر. یکی از دلایل خریدن این اسکین برای من این بود که اسکول تروپر رو دیگه هر کسی خرید و منم گفتم که برم اسکول رنجر رو بگیرم. اسکین بعدی برای خودش یک نوع خاطره داره، اسکین روبی، که فکر کنم اینو ایلیا هنگ یکی از دنبال کننده های قدیمی من به من گیفت کرد، و دلیل گیفت کردنش هم این بود که من نمیتونستم این اسکین رو خریداری کنم، میخواستم بخرمش چون کامپیوترم اون موقع یادمه سوخته بود قبل اومدن به چپتر 2مون، و من چندین تا ویدیو رو فقط با یه لپتاپ ضبط کردم. توی اینستاگرام گفتم که شما این اسکین رو حتما بخرید چون میخواد از آیتم شاپ بره، ولی خودم نمیتونم خریداری کنم. و ایلیا هنگ واقعا لطف کرد و اینو به من گیفت کرد. و این اسکینی که میتونید ببینید مربوط میشه به استفاده کردن زیاد این اسکین توسط یک کسی که فکر کنم همتون بشناسید، یعنی داکوتاس. اسکین بعدی مربوط میشه به همین هالووینمون. به نظر من اسکین خوبی بود، رنگ قشنگی داشته، حالت ویژه خودشو برای کنسرت داشت، و یه جورای اسکول تروپر دیگه. هم اسکین بعدی چیز خاصی نیست، اسکین ماکسی هستش. اسکین بعدیمون مربوط میشه به این اسکین فکر کنم ژاپنی که توی بازی اضافه شده بود، اسکین فلات فوت هستش، چیز زیاد خاصی نیست. و اسکین مشهورمون فیش استیکس، این اسکین فیش استیکس دیگه همه میشناسنش، بنجی فیشی از این اسکین استفاده میکرد یه زمانی. اصلا کلا بنجی فیشی به این مشهور بود، ولی الان زیاد ازش استفاده نمیکنه چون یک پک خاص خودش هم الان در داخل بازی داره. چند تا حالت مختلف داره، یه دونه حالت معمولی داره، 2 تا حالت خیلی جالب داره توی بازی، و یه حالتی داره که فقط توی جام جهانی شما میتونستید اینو دریافت کنید. اگر موقع جام جهانی اینو میخریدید میتونستید اینو دریافت کنید. و اسکین بعدیمون که این اسکینو من خودم نمیدونم چرا خریدم، یه حالت جالب کوسه داشته و فکر کنم به خاطر اوجی شدنش خریدم، چون فکر کردم که کسی این اسکین رو نمیخره، من برم این اسکین رو بگیرم، برای من یه جورای اوجی میشه. اسکین بعدی هم که بابل بامر هستش، چیز زیاد خاصی
نیستش و یکی از اسکینای قدیمیمون که فکر کنم اوایل فورتنایت بود که ما اینو در داخل بازی دیدیم برایت بامر هستش، اسکین زویمون هستش که در فکر کنم فصل 4 مون داشتیم. این اسکین هم یکی از اسکینای مشهور فصل 4 بود، یه جورای شبیه هارلی کوینه. فورتنایت خواست هارلی کوین رو درست کنه، اینو به داخل بازیمون اضافه کرد. دی جی یاندر رو داریم در داخل بازی که دوتا دی جی یاندر داریم، اینو اگر نمیدونستید بدونید. میرسیم به کسی که توی بازی خدای بی ام بود، یعنی شما رو وقتی میزد حتما باید یه دنس ال میرفت، که اینم فورتنایت در فصل 10 به داخل بازیمون اضافه کرد. میتونید ببینید اینجا، من به خالکوبیاش دقت نکرده بودم، اینجا یه خانوم هستش با یه قلب شکسته. هیچ خالکوبی این اسکین داره. بعد اسکین دیگه‌مون وینگمن هستش، این اسکین هم موتور سیکلتی مونه. این اسکین که میتونید ببینید یه جور نماد بازی فورتنایت بود در زمانی که اسکین‌های مختلف فضایی به داخل بازیمون می اومدن، و اسکین مربوط به فصل 9 مون. این اسکین هم رنگ‌های خاص خودشو داره. اسکین بعدیمون مربوط میشه به یکی از اسکین‌های تقریبا بگم اوجی برای بازیکن‌های مثل من که تویچ پرایم رو دریافت کردن. میتونید ببینید این اسکین مخصوص تویچ پرایم هستش و الان شما به هیچ وجه نمیتونید اینو دریافت کنید. و تکنیک هستش که ما چند تا تکنیک داریم، دو تا توی بازیمون از تکنیک ها هستش. استارتر پک بعدیمون هم که ایس بود، این تکنیک دیگر هم در داخل بازی داریم. بعد اسکین تیفو داریم که این دندوناش انقدر بال بود و خیلی دوست داشتم که در داخل بازی اینو داشته باشم. اسکین سان استرایدر رو میتونید ببینید که این اسکین هم فکر کنم زمانی که لیزی لاگون به داخل بازی اضافه شده بود، یادم نمیاد چنین اسمی رو بود. اسکین بعدیمون سامر دریفت هستش که یک حالت دیگه ای از دریفت و کلا بدون پیراهن هم میشه. اسکین ساب کماندر هستش، مربوط به تویچ پرایم. این اسکین هم یکی از اسکین های اوجی هستش که فعلا بازیکن ها دیگه نمیتونن به دست بیارن. اینا اسکین های بتل پاس مون هستن که مربوط فکر کنم این به فصل 9 مون. اسکین دیگه که اسکوال لیدر هستش، اسکین های معمولی هستن که زیاد معنی خاصی نداشتن. اسکین بابا نوئل هستش که اینجا حالا من تغییرش دادم. اسکین راس لورد اوجی، راس لورد اوجی کسی بود که دنس الو میرفت و خیلی بال بود زمانی که با این اسکین دنس الو میرفتیم. و بعد این اسکین روگ ایجنت رو داریم. اسکین بعدی مربوط میشه به این حالت اسکین های دوست که زمان خاص خودشون رو داشتن. اسکین پی هزار تا پی وان تاوزن که یه جور همون پیلی خودمونه که شیرموس شده. این پکش خیلی خوب بود، پکش هم وی باکس میداد. اسکین های مون واکر و اسکین میشن اسپیشالیست که یادش بخیر اینا مربوط هم به فصل 3 مون. مری مرادر رو داریم، همون اسکین کلوچه ایمون. استاد میاوسولز رو داریم که من نتونستم حالت طلاییشو باز کنم به صورت کامل. و بعد مک تیم لیدر رو داریم، اسکین رایگان کلن وینترفست قبلیمونو داریم. بعد بازم اسکین بتل پاسمونه، این اسکین خیلی جالبی که خیلی به نظر من باحال بود، اینو نسبت میدادم به تی اس ام هملینز که واقعا دلم برای اونم تنگ شد. دی جی یاندر اصلیمون اینجاست، میتونید ببینید. میرسیم به اسکینی که فکر کنم اولین اسکینی بود که من خریداری کردم و ازش خوشم اومد، خیلی باحال بود، و اسکین برن اوت. خیلی من زمانی که اینو توی بازی استفاده کردم بازیکن‌ها همش داشتن به من نگاه می‌کردن. اون موقع استاد بانکر جونزی، یکی از جونزی‌های اصلیمون، براد بروتوس که توی چین حالت بدون عینکشو داره و تماما طلایش کردم. پیلی ایجنتمون، ایجنت پیلیمون، اسکین 8 بال ورسس اسکرچ، اسکین‌های قهرمانامون رو داریم. بعد میرسیم به اسکین میجر لیزر که میتونید ببینید یکی از اسکین های ویژه خاصی هستش که توی بازیمون هستش. و اسکین بعدیمون هارلی کوین هستش که اسکین قراردادی بازی فورتنایت. میتونید ببینید فورتنایت اینجاشو سانسور کرده، اگر نمیدونستید اینجا یه چیز دیگه نوشته بود. بعد اسکین فکر کنم اینم بتل پاس، اسکین ووکانگ هستش. از این اسکین واقعا خوشم اومد، اینو گرفتم، خیلی دوست داشتم این اسکین رو داشته باشم. اسکین های وایلد کارد رو داریم که اسکین وایلد کارد یکی از مورد علاقه ترین اسکین من هستش در داخل بازی که میتونید ببینید 4 تا حالت مختلف داره. اسکین بعدی که میتونید ببینید فکر کنم اینم یک حالت ویژه و اوجی برای بازیکن های سیو دی ورلد داشته باشه. فورتنایت زمانی که سیو دی ورلد رو فکر کرد که میخواد رایگان کنه ولی نکردش، این اسکین رو به صورت رایگان به بازیکن های سیو دی ورلد دادش. اسکین بعدی که من به نظرم خیلی شبیه انتمن و فکر کنم یکی از دلایل خریدنش هم همین بود. اسکین بعدیمون دیگه قابل توضیح دادن نیستش،
ویزیتوره، امیدوارم دوباره ما ببینیمش در داخل بازی. این هم همون ویزیتوره جدیدمون بود که هیکلش خیلی بزرگتر بود، اسکین ریپر یا همون جانویکمون. من جانویکو یکی از دلایلش این بود که اینو داشتم و جانویکو نخریدم. اسکین آیس کوین رو داریم که رنگای خیلی جالبی داره انصافا، برای همین من گرفتمش. بعد اینم روز تیم لیدر هستش، مربوط به همون دادن اسکین رایگان برای بچهای سرو د ورلد. اسکین رد نایت، من اسکین رد نایت و کلا دارک نایت رو دوست داشتم توی بازی، همون بلک نایت. ریون هم یکی از اسکینای اوجیمون در داخل بازیه، یکی از اسکینای قدیمیمون. بعد اسکین ریون نسخه خانومش هم داریم که این اسکین هم خیلی قشنگه توی بازی. اسکین اومن رو داریم، اسکین اومگا رو داریم. من نتونستم حالت آخری این اسکین رو به دست بیارم. استاد مایدس رو داریم، تعریف نداره. اسکین بعدیمون اسکین هاوک هستش که مربوط میشه به اسکین تویچ پرایم، و این اسکین هم از اون اسکینایی هستش که دیگه به داخل بازی بر نمیگرده. و اسکین بعدیمون مربوط میشه به اسکین قراردادی بین سامسونگ و فورتنایت که این اسکین هم خیلی ویژه است، اسکین خیلی باحالیه. کاش رنگاش تغییر میکرد، ولی دیگه چی میشه کرد، همین هم خیلی قشنگه. این اسکین مایامون هستش که من این حالت رو براش استفاده کردم توی بازی، هر کس میتونست با حالت دلخواه خودش درستش کنه. این فورسر رو داریم که مربوط به همین گروه آیو ایجنتی که در چپتر یک اومده. اسکین مشهور دریفت رو داریم که از دنیای واقعیمون به دنیای غیر واقعی اومده، یا همون بازی فورتنایتمون. این اسکین دث فایر رو داریم که حالت جدیدش خیلی باحاله برای کلن زمستون فورتنایت. و میرسیم به اسکین مشهور فصل 3 مون که این اسکین واقعا من دوست داشتم این اسکین رو داشته باشم، و بتل پس هم برای اون برای اولین بار در فصل 3 خریداری کردم. اسکین دارک ونگاردم، یک حالت دیگه نسخه خانومش هستش. اسکین کاروایت که فکر کنم فورتنایت میخواست آیرون من رو یه جورایی توی بازی درست کنه، چندین تا استایل هم داره که استایلای اینو خدا رو شکر من بازگشایی کردم. میرسیم به اسکین بعدیمون که این اسکین رو فورتنایت سرش خیلی مشکل داشت، اسکین حالت وسترن. اینم دومین اسکینی هستش که من خریداری کردم، بتل هاوند هستش، یکی از اسکینهای اوجی خودم. مندلورین رو داریم که من هیچ استایلی رو درست حسابی براش باز نکردم هنوز. اسکین ددپول رو در آخر داریم که اسکین خیلی ویژمون بود. خب از اسکینامون گذشتیم، برسیم به پیکاکسامون که من زیاد پیکاکس نمیخرم، ولی اونایی که گرفتم اون به شما نشون میدم. این پیکاکس مربوط به کریسمس که زمانی که توی آیتم شاپ دیدم به همراه اون اسکین کریسمس در داخل بازی خریداری کردم. بعد اینا پیکاکس های مربوط به سیو د ورلد هستن که به صورت رایگان زمانی که سیو د ورلد رو داشته باشید دریافت میکنیدش. این پیکاکس کلا فلگ هستش که شما آیکونتون رو میتونید اینجا قرار بدید. پیکاکس های مختلفو داریم که مربوط هم به بتل پاس. این پیکاکس خیلی به نظر من ویژه بودی. بعد این پیکاکس مربوط به تویچ پرایم تا یادم نرفته به شما نشونش بدم. پیکاکس مربوط به بتل هاوند رو داریم که بهتون گفتم این موشه. اینم داریم که به صورت رایگان سال پیش فورتنایت به بازیکن‌ها داد، اینم که رایگان دفعه قبل دریافت کردیم. ریپر رو داریم که یکی از مشهورترین پیکاکس ها. دوباره پیکاکس تویچ پرایم رو داریم که یه پیکاکس واقعا قشنگیه. پیکاکس های دیگه معمولا اینه که این یکی از پیکاکس های خیلی خوبی هستش که من در داخل بازی به همراه همون آیس کوین گرفتم. این پیکاکس همون ووکانگ هستش، مربوط به چینیا. پیکاکس مشهور رد نایت رو داریم، پیکاکس مارشملو که فقط در شرکت کردن در کنسرت مارشملو میتونستید دریافتش کنید. پیکاکس برایت بامر رو داریم که یکی از ویژه ترین پیکاکس ها هستش و اولین پیکاکس هایی هستش که من خریداری کردم. این پیکاکس دالجمون هم مربوط میشه به همون اسکین دریفت حالت تابستونش. میرسیم در آخر به پیکاکس کلن هارلی کوین. خب بچه ها اینم بود از لاکر من، و خیلیاتون هر روز به من میگفتید که سینا از لاکرت یه فیلم بگیر بذار، از لاکرت یک ویدیو بگیر بذار، و اینم از اینو. حتما موضوعاتی که دوست دارید که من در موردش ویدیو بذارم و حتما توی کامنت ها بگید. لایک و سابو فراموش نکنید که حتما بزنید، و مرسی که تا اینجا ویدیو با من همراه بودید. همتون عشقید. من سینا رو هستم و شما رو تا ویدیو بعدی به خدا میسپارم. خدا نگهدار.